من کیومرث یحیوی هستم. من مسلمون بودم و خیلی متعصبم بودم نسبت به اسلام. مسلمون معتقد بودم، یعنی اینکه احکام دین اسلام رو خیلی دقیق سعی می‌کردم انجام بدم و نماز که می‌خوندم سر ساعت باشه. من طوری بود که وقتی که ماه محرم ساعت 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، 8 شب من میرفتم تکیه و تا ساعت تا آخرش که تموم میشد و روزهای به اصطلاح تاسوعا، عاشورا خیلی سخت توی دسته بودم و حرکت میکردم با دست. در اون زمان بود، در روز عاشورا و دسته ای که بود و من دور وایستاده بودم دسته رو نگاه میکردم و این یه مرتبه برام جا افتاد که اصلا یعنی چه؟ چرا باید انسان خودش رو بزنه؟ از اونجا من به تحقیق شروع کردم و این باعث شد که من هر روز عوض بشم و از اون حالت اسلامی خارج بشم. من با مسیح به این گونه آشنا شدم که دوستان مسیحی داشتم، تقریبا همکلاسی های خودم در دبیرستان مسیحی زیاد بودند و منم ارتباط با اونها داشتم. دوستان مسیحی من ارامنه بودن، آسوری ها، آشوری ها. من حتی دندان پزشکم مسیحی بود، آشوری بود و دوستان همکلاسی هام که باهاشون رفت و آمد داشتم آشوری بودن اکثرا. خب دوستانی رو که داشتم اعمال و رفتارشون رو من نگاه میکردم و خانوادهشون رو نگاه میکردم. از اونجا برای من الگو شد که و من تحریک شدم که بیشتر به مسیح تحقیق بکنم در مورد مسیح و این حرکت رو از اونجا شروع کردم و بیشتر با دوستان مسیحیم که بودم ازشون سوال میکردم. من حدوداً میخوام بگم یه دو سال الی سه سال بعد از اون جریان من بیشتر گرایش به مسیح پیدا کردم و از مسلمانی عقب نشینی کردم. این تصمیم من زمانی بود که یعنی هرچه از اون زمان بیشتر من جلو می رفتم اون باعث شد که من بیشتر به مسیح گرایش پیدا بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه من میگم دوستان مسیحی زیاد بودن و این هر کاری که اونها هر جوری که عمل می کردن اول از همه هیچ وقت قسم نمی خوردند، هیچ وقت خلاف واقعیت صحبت نمی کردن. من میخوام اینجوری بگم که در وقتی که این انجام شد، یعنی زمان که میگذشت و پیش میرفتم که گرایشم بیشتر به مسیح میشد، اونجا بود که من حتی از ارامنه خودمون درخواست کتاب انجیل رو کردم که اتفاقا این کتاب انجیل رو هنوز هم دارم و همرام هستش و از اون استفاده کردم تا
زمانی که تونستم کتاب مقدس رو بزرگش رو داشته باشم و حرکت بکنم. زمانی که من مسیحی شدم، یعنی قلبم بیشتر به این که برم کلیسا و با کلیسا آشنا بشم، با مسیحی ها بیشتر ارتباط برقرار بکنم، اونجایی بود که خداوند عیسی مسیح رو در خواب دیدم و اون باعث شد و بعد از اینکه سه شب من در خواب مسیح رو دیدم که آغوشش رو برای من باز کرده، حتی صدای باز شدن زنجیرهای از دست و پام رو میشنیدم که اولین روز انقدر سنگین بود، انقدر سخت بود که من رو به وحشت انداخت که این صدا چی هست. و روز دوم زنجیرهای سبکتر و روز سوم زنجیرهای ریز، صداشون اینها سه صدا که بعد از این خواب مسیح که در خواب می دیدم خداوندم رو، اونجا بود که من این احساس رو کردم که الان دیگه آزاد شدم و باید قدم ها رو بهتر بردارم. و جالب اینجاست که بعد از این که به این صورت من آزادی رو احساس کردم و به خانوادم گفتم که من مسلمون نیستم دیگه و به مسیح خداوند ایمان آوردم، این زندگی که من داشتم، این معجزاتی رو که خداوند در من در اون اول برای من انجام داد و همینجور که الان هم داره معجزای خیلی بیشتری رو برام انجام میده. تغییراتی رو که داشتم این بود که زمانی که من در اسلام بودم و در مذهب گذشته یه حالت آدم خودخواهی بودم، آدمی بودم که هرچی رو که میگفتم با خشونت صحبت میکردم، انعطاف پذیر نبودم. از زمانی که تعمید گرفتم روز به روز انعطاف پذیریم بیشتر شد، خشونتم کمتر شد و طوری که دیگران به هم میگفتن، دوستان میگفتن که کیومرس عوض شدی، وضعیت تو چقدر نرم شدی، چقدر راحت داری صحبت میکنی و حرکت میکنیم. و اینها باعث شد و هر روز هم بیشتر سعی میکردم آنگونه که خداوند در کلام فرموده انجام بدم، منو عوضم کرد و هرچی بیشتر کلام رو میخوندم بیشتر با روح القدس آشنا میشدم و تلاش دارم میکنم که بیشتر و بیشتر شبیه به مسیح بشم.